توی فیلم دزد سوم، ابی با بازی سعید راد راننده مینیبوس و قصد داره با جمع کردن پول با زینت که منیژه بازیش میکنه ازدواج کنه. داستان فیلم راجع به دو رقیب عشقیه که هر کدوم برای به دست آوردن زینت دست به کارهای خطرناکی میزنن. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. تماشا خالی کن، تو یه فیلم دیدم. اگه تکون بخوری مغزتو پریشون میکنم. چه گفتم، هم پولا رو ازت میگیرم هم زهره رو. کیف پولا کجاست؟ کیف پولا؟ پولا؟ اونو فقط من میدونم. پولام با من مدفون میشه. بکش! بکش دیگه! نه! نه! همه یه امیده به این یکیر بود؟ فیلم نفسگیر محصول سال 1357 راجع به قاچاقچی سابقه داری به نام صادق سرداریه که رضا بیک ایمانوردی نقشش رو بازی میکنه. صادق با همسرش پروانه با بازی زرینه زندگی میکنه. اون در حین فرار و درگیری با دیگر قاچاقچیان همسرش رو از دست میده. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. یواشتر یواشتر، نمیتونم. صادق همینجا خواست بیرم. صادق دوسته رو نمیرم. سرگروهبان، شما با چند نفر از این اونور برید، چند نفرم از این طرف برن. حالا با چند نفر به طرف امامزاده میرید. حرکت! سریعتر! بیاین! صادق، بچه‌مون. دلم میخواد بچه‌مون سالم بمونه. خدا منو بکشه. اما بچه‌مون زنده نگه. صادق بچه‌مون زنده میمونه. زنده میمونه. پروانه جان طاقت بیار. تو بچه‌ام واسم فرقی نمی‌کنین، هر دو تو سالم میمونن. از بالا صدای گریه بچه‌مون رو میشنوم. قربونش برم. فیلم سینمایی قفس که تو سال 1353 ساخته شده درباره اسقره که تحت تعقیبه و به خونه دوستش داوود پناه میبره.
اسقر شب در عالم مستی با نامزد دوستش همخوابه میشه. هر دو از شرم فرار میکنن و در نهایت اسقر در آغوش داوود جام میده. بخشهایی از فیلم قفس رو با هم تماشا میکنیم. روز قیامت شد، روز محشر، روز تقاسه. دیگه میخوام راحتت کنم مثل سر حسن. بیا هنوز زنده هست، یه جون دادنش رو تماشا کن. نه حسن، یه بدنی که خالی شد دیگه بسپارش به من. چیه؟ تو زدی؟ نه مجبونم، من تا خرخرش نگیرم تو دستم راحت نه حسن، نه فیلم اخم نکن سرکار که تو سال 1354 ساخته شده، از این قراره که سرگروهبان و گروهبان توی دهکده جنوبی با قاچاقچیان مبارزه میکنه. دوست سرگروهبان انبار بزرگ قاچاقچی شهر رو لو میده و تمام قاچاقچیا دستگیر میشن. بخشایی از فیلم اخم نکن سرکار رو با هم تماشا میکنیم. محشری به پاکرد خانه خراب، میگن رانندش سیاه بود. دختر فالگیری گفت ای دادی بیدادی فیلان زخمیه رو ببنیم بیمارستان. دخترانم بیا پاسگاه. چشم. نه بابا این حرفا چه جاسم خان، اختیار داریم. خیلی خوب بنال بینم، از سرایی این ماشین رو خودم تحویل گرفتم بردمش انبار. اونم برگشت شهر. شادم رفته باشه خونهش. خودتون گفته بودین که هیچ کی نباس انبارو یاد بگیره. خب حالا مطمئنی کسی اونو نشناخته؟ والا مطمئن که نه. نه؟ سیاه گفت بعد از زیر کردن کولیا یه جا ماشینو پس زده و یان واسداده و راه افتاده. به خیالش رسیده که اون دختر فالگیر سارا اونو دیده. شادم دختر اونو اصلا نشناخته باشه، اینجوری فکر کرده. اما همچین مطمئنه فیلم توپولی به کارگردانی رضا میرلوهی محصول سال 1350. توپولی با بازی همایون جوون چاق و خلوزیه که همراه دوستش اسی با بازی مرتضی عقیلی توی یه خونه اربابی کار میکنن.
توپولی باعث میشه که این دو نفر رو از اون خونه بیرون بندازن و در عوض این دو نفر توی کارگاه چوببری استخدام میشن. ولی همسر صاحب کارگاه یعنی زری خوشگام میخواد توپولی رو اقوا کنه. بخشایی از این فیلم کمدی رو با هم تماشا میکنیم. من هیچ کاریش نداشتم اسی، او خودش یه هایی دادن. اسی به خدا من هیچ اذیتش نکردم، من فقط دامنشو دست دادم، او یه هایی داد زد، منم یه هایی دهنشو گرفتم. خودش بپرس، او یه هایی داد زد. نوکرمون اون گنده. داری طوری میشه اسی؟ بجام تو بار بجام بیاد رو بابه.